بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در چند پرسش بود که از قدیمی ترین روزگار برای انسان مطرح بوده، ولی پاسخ این پرسش ها رو از فرهنگ های اختراعی و زمینی و مادی نگرفته و اونایی که پاسخ نگرفتن در سرگردانی و حیرت زندگی کردن و آرامشی در درون خود نیافتن. یک پرسش این بوده که من از کجا اومدم؟ پرسش بعد به کجا آمدم؟ پرسش بعد برای چه آمدم؟ و پرسش بعد کجا خواهم رفت؟ البته اونایی که حالا ما خیلی خبر از امت‌ها نداریم، ولی دورنمای پاسخ این سوالات رو از فرمایشات انبیاء خدا که با امت‌ها حرف زدن و در قرآن آمده تقریبا می‌یابیم که هر کی با این فرستادگان الهی تماس گرفت و این پرسش ها رو مطرح کرد، طبق آیات قرآن تبدیل به یه انسان مؤمن شد. مؤمن یعنی اونی که ایمانی داره، آرامش داره، هم در دنیا، هم هنگام مرگ و هم هنگام برزخ و هم روز قیامت واقعا آرامش داره. من یه روایتی رو دیدم که وجود مبارک فیض کاشانی در جلد هشتم کتاب بسیار پر قیمت محجت البیضا اش نقل میکنه. این کتاب حدود 4000 صفحه هست، البته به چاپ زمان ما، و در این 4000 صفحه خدا میدونه که این مرد چه خدمت عظیمی به اخلاق، به روان، به زندگی ظاهر مردم کرده در ارائه
عالی ترین مسائل ظاهری و باطنی. البته این یک کتابشه که 4000 صفحه هست، یک کتاب هم داره به نام وافی که نزدیک 15000 صفحه هست، که این کتاب شاهکار کتاب باشه. این دوتا 298 دیگه کتاب داره که خیلی ها چاپ شده، کتاب های خیلی زنده ایه و خیلی اهل توفیق بوده، آدمی که 5 قرن قبل در کاشان زندگی میکرده، اونم نه محله های بالای کاشان، نه تو باغ، نه قمصر، نه مناطق خوش آب و هوای اطراف کاشان. من کاشان که میرفتم منبر، حدود منزلشو پرسیدم، تای شهر کاشون بوده، کاشون 500 سال پیش. کاشونم تقریبا 5 ماه خیلی گرمه، مخصوصا تیر و مرداد. خب ایشون کل خنک کننده منزلش باد بزن دستی بود، چیز دیگه نبوده که 500 سال پیش. گرم کنه زمستونش هم یه خودی هیزون بوده، که حالا بخاری هم که اون وقتا نبوده، تو منقل بیرون می سوزوندن، زغال سرخ می شد می آوردن تو اتاق می زشتن. یا نهایتا پولدارا کرسی می زشتن در اون هوای گرم. تو اون خونه های کاگلی که بیشتر سقفام گنبدی بود، با یه قلم چوبی، با یه مش کاغذ، چقدر بیداری کشیده که این 300 جلد کتاب رو نوشته. کی استراحت میکرده؟ اینا واقعا برای خاطر دین خدا استراحت رو انگار به خودشون ممنوع کرده بودن. ایشون در باب مردن مؤمن، یعنی اون لحظات آخر که دیگه مؤمن داره از دنیا میره بیرون یا میبرنش، از قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام نقل میکنه که پیغمبر فرمود الموت هدیه المؤمن، مردن هدیه خدا به بنده مؤمنش، هدیه خدا. علامه مجلسی، اینی که براتون نقل میکنم، یک کتابی در اصفهان نوشته شده، 8 جلد، به نام روضات الجنات، فارسیش میشه باغهای بهشت. تقریبا با عصر علامه مجلسی خیلی فاصله نداره. صاحب این کتاب از قول یکی از نخبه ترین شاگردان مرحوم مجلسی، سید نعمت الله جزائری، می نویسه که من یه وقت به امام جمعه قبل اهواز که از
اولادای این مرحوم سید نعمت الله است بهش گفتم شما از نامه جدتون درباره برخورد با مجلسی خبر داری؟ ایشون گفت نه، ما نمیدونیم، ندیدیم. کجاست؟ گفتم در روضات الجنات. خیلی خوشحال شد که این نامه جدشون ثبت شده و از بین نرفت. ایشون نوشته تو دوره عمر من هیچ حادثه‌ای به اندازه مرگ استادم مجلسی رو من تأثیر نذاشت. یعنی اصل زندگی و دنیا برام بیمعنی شده بود، تیره و تار شده. و یه اشکالی هم به استادم داشتم که 20 سال تو دلم مونده بود و روم نمیشد به استادم بگم. آخرش هم ایشون مرد و این اشکالم پیش من موند. اشکالم هم این بود که استاد من چرا با اینکه خودش دارای عظمت معنویه، چرا با عظمت ظاهری زندگی میکنه؟ یعنی یه خونه بزرگی داره، لباسای تقریبا فوق‌العاده‌ای داره، از خونه که میاد بیرون یه 7-8 دنبالش را میفتن، از درس که برمیگرده را میفتن، گاهی به دربار صفویه میره. اینا رو من نمیپسندیدم، اما هر وقت اومدم بهش بگم نتونستم، دهنم وانشد، زبونم وانشد. بالاخره استاد مرد. سید می نویسه که من وقتی استادم رو دفن کردن اصلا دیگه پا نداشتم برم خونه، سر قبر استاد گریه می کردم، دعا می خوندم، قرآن می خوندم، خسته می شدم، بعد می رفتم خونه. یکی از این شبها که به نظر میاد شب جمعه بوده، میگه من کنار قبر استاد خیلی گریه کردم، خوابم برد. اینو با خط خودش نوشته، با خوابم برد. من یه شب اینجا عرض کردم خواب در اسلام فی‌الجمله قابل قبوله، یعنی مقداری، ولی بالجمله مورد قبول نیست. که هر که هر خوابی دید خوابش درست باشه، خوابای درست کمه. و کجا میفهمیم درسته؟ وقتی با قرآن یا روایات میزون باشه، نزدیک باشه. اینو میفهمی. میگه من کنار قبر استاد بعد از اون همه گریه خوابم برد. یعنی همی کنار قبر دراز کشیده خواب بودم، دیدم که در عالم خواب قبر استاد شکافت، استاد از تو قبر اومد بیرون، نشست بالا سر قبر خودش، به من گفتش که سید برای چی 20 سال به من ایراد داشتی؟ ایرادو تو دلت نگه داشتی؟
و همون 20 سال پیش میگفت. تا من بهت بگم من آدم زاهدی بودم تو دنیا، آدم میل به ثروتمندی و مادیت و میل به شاهان صفوی مطلقا نداشتم. من می دیدم زمانه رو یه جوری پیش آوردن که اگر من بخوام با یه لباس معمولی، با یه جفت گیوه، با دم پارچه به سر زندگی کنم، اینقدر از چش مردم می افتم که کسی حرف منو قبول نمی کنه. منم دلم برای گرفتاران، برای مشکلداران به شدت می سوخت. من اومدم یه ظاهری به زندگیم دادم که حالا از خونه میام بیرون با سلام و صلوات بیام، بر میگردم با سلام و صلوات. یه عظمت ظاهری با عمد ایجاد کردم تو چشم مردم اسلام، خیلی بزرگ اومدم تو چشم دولتیام، خیلی بزرگ اومدم. هر مشکلداری به هم مراجعه کرد، اگر اداری بود و مظلوم واقع شده، با یه پیغام به مدیران دولتی مشکلش رو حل می‌کردن. اگه پولی بود با یه پیغام به دوتا تاجر بازار مشکل مادیش رو حل می‌کردن. تو چرا 20 سال به من ایراد داشتی؟ و تو دلت میگفتی چرا استاد با این علمش، با این ایمانش این زندگی رو بر خودش برپا کرد؟ گوش نمی دادن به حرف مردم. اغلب ظاهر بین شده بودن و گوش نمی دادن. چکار کن؟ من دو تا حادثه برای خودم اتفاق افتاد خیلی جالبه. این کتاب مناجات عارفان رو که حدود 320 صفحه هست، کلش هم شعر مناجاتی هست، شعر دیگه نداره و شعرام جدا جداست از هم، 14 خطیه هر صفحه. اینو من سال 62 یا 63 بر اساس یه خواب، یعنی من بلد نبودم شعر بگم، یه بار خواب دیدم خدمت استاد کم نظیرم مرحوم الهی قمشهی رسیدم. دیدم ایشون توی اتاق، وسط اتاق پرده است، داره قیمه پلو میخوره، ولی از پشت پرده صدای گریه میاد. من به استاد گفتم استاد کیان دارن گریه میکنن؟ ایشون سال 47 از دنیا رفت، 1347. من این خواب رو 1362 دید. گفتم استاد کیان گریه میکنن؟ گفت زن و بچه‌م. گفتم چرا گریه میکنن؟ گفت خیال کردن من مردم. مؤمن که مرگ نداره، مؤمن یه انتقال عالی داره با یه حیات خیلی فوق العاده. گفت اینا خیال میکنن من مردم. تموم شد، یه پشقاب خالی برداشت، خود برنج ریخته خوردم
قیمه ریخ گفت بخور خوبه. گفتم چشم. من پشقاب قیمه رو با برنج رو خوردم. بعد که بیدار شدم نماز صبحم رو خوندم، فرد به بعد به قول بچه ها دیدم شعرم میاد. اولین کار من این مناجات عارفان بود که کار دومم هم تو شعر دیوان مسکینه که 1240 صفحه هست. این کار دوم خودم نداشتم، اونجایی هم که چاپ کرده بودن نداشتم. من هم همیشه با لباس معمولی بودم، یه عبای مثلا اون زمان 15 تومن 20 تومن، پارچه معمولی ایرانی هم پالتون بود و امامم هم فکر کنم کوچیکتر از این بود. الان یه خود بزرگه، اندازه علمم نیه، اشتباهیه. تو ناصر خسرو مناجات خودمو پشت ویترین کتاب فروش دیدم. حالا قیمتش اون وقت چقدر بود؟ 20 تومن 20 تومن. گفتم برم یه دونه بخرم که خودم داشته باشم. وارد شدم، سلام کردم. صاحب مغازه‌ام خیلی آدم سنگین رنگینی بود، جواب سلام منو داد. گفتم مناجات عارفان میخوام. گفت آقا تشریف ببرید، پول اینو نداری بدی، این 20 تومنه. تو طلبه جلنبول پولت کجا بود که اینو بخری؟ حالا من خدا خدا میکنم بهش بگم که این کتاب کار خود منه، نمیخوام ریا بشه، نگم. بالاخره کتاب میخواستم. گفتم آقا این کتاب سروده خود منه. حالا میخوای اومد که کارت ملی نبود، شناسنامه چیزی بهت نشون بدم که این اسمی که رو کتاب مال من. گاغو ببخش پولشو نمیخوام. گفتم نه من پولشو دارم میدم. پولشم دادم. یه بار دیگه هم سر یه چیز دیگه این مسئله برام پیش اومد. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی رو. حاج شیخ عباس 70 جلد کتاب نوشته. بهترین کتابش سفینة البحارشه که 8 جلد به چاپ جدید، و معروفترین کتابش هم مفاتیح الجنانه که من با اجازه آخرین فرزندش کل فارسی 80 سال پیش ایشونو به قلم روز بدون اینکه دست بخوره به چارچوب کار حاج عباس عوض کردم. کل دعاهاشم ترجمه جدید کردم. خیلی هم داره چاپ میشه. البته من از چاپخونه هم خبری ندارم، هر کی تونسته چاپ کرده. ایشون یه بار میره دم بازار آهنگرا برای خریدن کتاب مفاتیح خودش. یه خود این پالتوی آخوندیش کوتاه بود، عباشم کهنه بود، مثل کهنه پوش بود. تو عکساش اگه نگاه کنید امامشم کوچیک بود. به کتاب فروش میگه یه مفاتیح به من بده. من بچه های اون کتاب فروش رو بعدن که خودم طلبه شدم شناختم و با منم رفیق شدم. پدرشون حاج عباس رو ندیده بود.
اما خب مفاتیحش تو کل ایران پخش شده. بهش میگه آقا یه دونه مفاتیح به من بده. میگه که عاشق خدا حوالت رو بکنه به جایی دیگه، برو بیرون بابا با این قیافت. تو مفاتیح میخواد چیکار؟ من تو درسم خوندی؟ بعد خیلی نرم بهش میگه که من خودم این مفاتیح رو نوشتم، من شیخ عباس قومی هستم. صاحب مغازه میگه دیگه ما آخون ندیده بودیم دروغم بگه، تو این کتاب رو نوشت. بالاخره بهش ثابت میکنه، یعنی یه چیزایی رو هم مفاتیح آدرس میده اون میفهمه. بعدم عذرخواهی میکنه، خیلی عذرخواهی میکنه. مرحوم مجلسی سید نعمت الله میگه تو خواب وقتی دیدم قبر شکافته شد اومد نشست به من گفت تو 20 سال به من ایراد داشتی و چرا نگفتی؟ ببینید این خواب میشه خواب درست، خواب درست. پیار سال روز 16 ذوالحجه، ببخشید روز 7 ذوالحجه، دور مونده بود به دعای عرفه که دعای عرفه رو من حسینیه هدایت 3 بعد از ظهر بنا بود بخونم. ببینید خوابا بعضیاش خیلی خوابای درست. شب پدرم رو خواب دیدم با یه لباس نو کوچلوار حسابی اصلاح کرده، خیلی خوشحال شدم. بهش گفتم بابا شما از اون دنیا برگشتی به این دنیا؟ گفت نه بابا جون، نه من 3-4 سال مردم الانم بر نگشتم، یه گوشه پرده کنار رفته، تو داری منو میبینی. گفتم حالا اومدی چی کار؟ گفت پس وردا دعای عرفه میخوای بخونی؟ اونجا اجازه گرفتم بیام در عرفه شرکت کنم، تموم بشه میرم. خوبی یک استاد بهش گفت تو نباید ایرادتو تو دلت پنهان میکردی. یک. و اما بهش گفتم استاد چجوری مردی؟ این خیلی مهمه که پیغمبر میفرماید الموت هدیت المؤمن، یه روایت دیگه داره تحفت المؤمن، خدا یه چشم روشنی که به مؤمن میده کیفیت مرگ مؤمن، یه چشم روشنی یا تحفه هدیه. به من گفتش که من تو بستر افتاده بودم، تمام اعضا و جواره هم به نهایت درد رسیده بود، سید درد منو بیتاقت کرده بود، سرم درد میکرد، دلم درد میکرد، پام درد میکرد، دستم درد میکرد، که تو اون درد شدید یه توجهی به حضرت حق کردم، گفتم منو از این درد شفا بده. حالا تو اتاق زن و بچم هم همه نشستن دارن وضع منو میبینن، دلشونم میسوزه، دواهای دکترم اثری نکرده. گویی یه مرتبه یه جوونی رو پایین پام دیدم که به زیبایی قیافش، اندامش و آرامشش تو این عمرم در اصفهان ندیده بودم.
یه لبخندی به من زد و گفتش که علامه زنگه خیلی درد داری. گفتم دارم. گفت دستشو کشید روی پای من تا مچم درد به کل رفت، تا زانو درد رفت، تا شکم درد رفت، دست همینجوری آروم اومد رو گلو، درد فرار کرد. اینقدر بدنم سبک شد که چه حال لذتی به من دست داد. دستشو کشید به سر و صورتم و رفت. دیدم صدای گریه زن و بچه‌ام بلند شد. مردم اصفهان تو کوچه پر شدن، همه دارن ناله میزنن، سینه میزنن و اومدن بدن من رو رخت خواب بلند کردن، گذاشتن تو تابوت. من هرچی به اینا میگم برای چی داریم گریه میکنیم؟ من یه زندگی خیلی عالی پیدا کردم، هیچکی گوش نمیداد، تا منو آوردن همینجا که الان تو بالا سر قبرم نشستی، اینجا خاکم کردن. این جمله آخر مرحوم مجلسی بود. ایشون سید نعمت الله یه مرتبه خواب بیدار شد. بالاخره یه حسابی در این عالم برای خوابان حساب هستش. برگردم به اول سخن. اونایی که زمان انبیا اومدن پیش انبیا سوال کردن، سوال باید بشه. خدا سوال کننده رو دوست داره، دوست داره. در فرهنگ اهل بیت سوال واجبه، در فرهنگ غیر ما شیعه سوال حرامه. بدبختی من تو مسجد الحرام 3-4 قدمی بیت نشسته بودم، دیدم یه روحانی غیر شیعه بغل دست من. حالا سوال من ببینید، من لباسم تنم نبود، با یه پیرهن عربی بودم. گفتم من میخوام اعمال حج رو انجام بدم، به فتوایی کی انجام بدم؟ گفت دلت میخواد به فتوای ابو حنیفه انجام بده؟ درست. به فتوای شافعی انجام بده؟ درست. به فتوای مالکی انجام بده؟ درست. به فتوای احمد حنبل؟ درست. یعنی 4 مذهب اهل سنت رو به من گفت. گفت برابر فتوای همین 4 مذهب انجام بده؟ درسته. گفتم که مولانا مسئلتون یه سؤال دیگه. گفت بگو. گفتم اگر من امسال حجمو به فتوای اهل بیت پیغمبر انجام بدم، حجم درسته یا باطله؟ گو از سؤال حرامون و بلند شد رفت، جواب نداد. ولی در شیعه نه. اونایی که زمان انبیا اومدن پیش انبیا، آقا ما از کجا اومدیم؟ به کجا اومدیم؟ برای چی اومدیم؟ کجا داریم میریم؟ جوابای درست رو از بارگاه ربوبیت و وحی خدا بالاخره ما رو ساخته، دنیا رو خدا ساخته، برزخ رو خدا ساخته، آخرت رو خدا ساخته، جواب همه این سوالا رو هم خدا داده. شما دیشب دیدید در سوال اول پاسخی که داده شد تمام بر مبنای آیات و صفات خدا بود، که من حس می کردم بعضیاتون از پاسخ دیشب
لذت می بردید که کی هستین، چی هستین، چقدر ارزش دارید و مبدأتون چیه. شنیدید دیگه، مبدأ ما خاک نی، مبدأ ما ارادت الله، علم الله، رحمت الله، فضل الله، احسان الله. خاک کانال ورودی ما به دنیاست، نه علت ما، نه مبدأ ما. خب این جوابا رو هر کی از انبیا گرفت مؤمن شد. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی اینا تو روایات یعنی انسانی که خیلی راحت بهش اجازه میدن از صراط رد بشه بره بهشت. این مؤمن یعنی چی؟ یعنی اونی که با درک ایمانش و با انجام عمل صالح آرامش درونی داره، گرچه آرامش بیرونی از دست دشمنان نداشته باشه، اما درونش راحت، خیلی راحت درونش. من بعضی چیزایی که تو عمرم از دیگران دیدم، گاهی ترسم اینه رو منبر بگم مردم خود مشکل قبول بکنن. مشکل به یکی از مؤمنین رده بالا سن وصل بود، یعنی حبس شده بود، سن آهنی. اون وقت زمان جوانهای ما این سنای لاستیکی نبود، سن آهنی بهش وصل. دکتر یه نسخه نوشته بود، یه خورده دواش گرون بود، بغل دوشکش بود، پول نداشت نسخه رو بگیره. تمام بدن رو هم درد گرفته بود. اون شب هم شامشون فقط دو تا نون تافتون بود، هیچ چی دیگه نبود، یعنی گیر نیوردون. یکی از علمای تهران که من براش 10 شب منبر رفتم قبل از انقلاب، عالم بزرگی بود، اومد دیدنش. خیلی ارادت داشت به این مریض. گوه آقا حالتون چطور؟ خوب گوش میدین؟ این مریض مؤمن که سن بهش وصل بود، پول نسخه رو نداشت، به این عالم گفت، گفتش که علی ابن ابی طالب کیه؟ این عالم هم گفت آقا خودتون میدونید امیرالمؤمنین معدن همه ارزش هاست. گفت اینو یقین داری؟ گفت بله. گفت به حقیقت این امیرالمؤمنین الان تو کره زمین خدا بنده ای رو در خوشی واقعی خوشتر از من نداره. این آرامش. اونایی که جواب نرفتن بگیرن، یعنی این سوالات موند یا غلط جواب گرفتن، زندگی خوبی در دنیا نداشتن، زندگی آلوده‌ای داشتن، زندگی درهمی داشتن، زندگی پر از گناهی داشتن. من نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم، شما برادران بعضیتون خب دانشجوین، دانشگاه دیدین، شما میدونین جواب سوال دومو. برای چی ما اومدیم اینجا؟ فروید آخرین جوابش به مردم در اروپا، اتریش که بود،
این بود که ما اومدیم تو دنیا از هر چه که میشه لذت شهوانی ببریم ببریم، بعدم گورمونو گم کنیم بریم خاک بشیم. جواب جناب فرمود برای چی اومدیم تو دنیا؟ خب الان کتاباش در اروپا ببینید چه بلایی سر اروپایی ها بود. اروپایی ها یواش یواش دارن به طرف اوریانی جامعهی پیش میرن. الان خیلی هنو به نظرم یه ذره ته حیا پیششون مونده، اونم تموم بشه دیگه تمومه. الان لب ساحلای دریا که میرن زن و مرد تابستون لخت مادرزادن از برکت پاسخهای فروید. برای چی اومدیم اینجا؟ شما هم مارکس از دورکایم از هگل بپرس برای چی؟ میگه کل هدف ما از اومدن به دنیا وجود مبارک حضرت دلار. ما هیچ چی دیگه هدف نداریم، یعنی پیدا نمی کنن هدف واقعی. اون طرف رو هم که خبر ندارم. من 4 ساعت یه شب با یه دانشجوی دانشگاه انگلستان کنار یه پارکی صحبت میکردم، هیچ جوری حرفای من قانع نشد. نهایتا بهش گفتم این همه گناه، این همه فساد، این همه زنا، اینا چی میشه؟ گوه اینا رو ما گناه نمیدونیم اصلا. تز ما اینه از هر چی لذت میبری خودتو محروم نکن. گفتم مسیح چی میگه؟ گوه ما به مسیح کار نداریم. مسیح مال روزای یه شنبه تو کلیساست، نه در متن زندگی. گفتم مریم؟ گوه اونم مثل پسرش. گفتم بعد مردن کجا میریم؟ گو خاک میشیم تموم میشیم. خب بعد مردن خاک میشیم تموم میشه، جواب 20 میلیون کشته رو به دست هیتلر، 20 چند میلیون کشته رو به دست استالین، جواب 72 تا قطعه شده در کربلا، جواب بچه هایی که فرعون سر برید، قرآن میگه از جواب کل ستمکاران چی میشه؟ مردن، خاموش. جنایات جنایتکارانی مثل ترامپ هیچ، و عبادت انبیا و ائمه و شما مردم مؤمنم هیچ. این که شد جهان بر مبنای باطل، بر مبنای پوچی، بر مبنای پوکی. خب حالا سوال دوم، کجا اینجا کجاست ما رو آورده خدا؟ این جای اسم زیبایی داره. این که میگم زیبا، این یقینیه، یه اسم زیبایی داره به نام دنیا. دنیا، کلمه دنیا مؤنثه، کلمه دنیا یعنی نزدیکتر، مذکرش ادناس یعنی نزدیکتر، یعنی ما رو آورده جایی که به آخرت نزدیکتر. این اصل جامون. و اما از اول قرآن تا آخر قرآن، اگر خداوند متعال حمله ای کرده باشه به دنیا حمله نکرده. اصلا تو قرآن مجید هر کجا لغت دنیا رو آورده یک کلمه حیات بهش وصل کرده، میگه زندگی دنیا. این زندگی رو میگه دو جور پرونده براش انسان درست میکنه، نه من.
بر اساس افکار، عقاید، فرهنگ‌ها، مکتبا یه زندگی دنیا برای خودش درست میکنه که پایان این زندگی دنیا و فل آخرت عذاب شدید، و یه زندگی دنیا برای خودش درست میکنه که پایان جاده و مغفرتون من الله، بخشش خداست، بهشت خداست. یعنی دنیا به دست انسان دو چهره پیدا میکنه. خود دنیا که کلش نعمته، آسمانها، زمین، دریاها، صحراها، گیاهان، حیوانات، پرندگان، گلها، حبوبات، اینا که قابل رد نیست. این منم که میام برای زندگیم یک کانال درست میکنم که از این کانال روون ربا وارد بشه، رشوه وارد بشه، قصب وارد بشه، پول دوزی وارد بشه، شهوت حرام مثل زنا وارد بشه. من میسازم حیات دنیا رو به این شکل. یکی هم میاد که بهش میگن آقا اینجایی که اومدی اینجا برای اینه که، اینو امام رضا میگه، دلت به پروردگار عالم گره بخوره، بدنت هم به واجبات الهی گره بخوره، روح و نفست هم به حسنات اخلاقی گره بخوره. تو این دنیا، تو این دنیا 124,000 پیغمبر پیغمبر شدن. امیرالمومنین اینجا علی شد، ابی عبدالله اینجا ابی عبدالله شد. این منم که یا راه ورود ارزش‌ها رو به زندگیم باز میکنم یا راه ورود پستی‌ها رو، یعنی دنیا رو من شکل میدم. شکل میدم میشه دنیای مثبت، شکل بد میدم میشه دنیای منفی. حالا از شما میپرسم دنیای ابراهیم بد بود یا خوب بود؟ بهترین دنیا. دنیای نمرود خوب بود یا بد بود؟ بدترین دنیا. دنیای موسی بهترین دنیا بود، دنیای فرعون بدترین. دنیای امیرالمومنین بهترین دنیا بود، دنیای معاویه بدترین دنیا. دنیای ابی عبدالله بهترین دنیا بود، دنیای یزید هم بدترین دنیا. بدترین دنیا. این سوال، پاسخ سوال دوم، کجا اومدین؟ یه جای خیلی عالی، عالی، جایی که انبیا درش به وجود اومدن، ائمه درش به وجود اومدن، این همه مؤمن، عارف، شاعران با ادب، با منطق، عارفان دلداده، خیلی جای خوبیه. اما بدان بعد مرگ میفهمن چقدر شکل بدی به دنیای خودشون دادن. انشاءالله بقیه مطلب فردا شب اگه زنده بودم. خوش آنان که الله یارشان بی که حمد و قلوه و الله یا
کارشون بی خوشانان که دائم با تو باشن بهشت جاودان بازارشون بی عزیزشو بغل گرفته داره با بچهش حرف میزنه ای یگان کودک یکتا پرست ای به طفلی مسده صحبای علاست گرچه شیر مادرت خوشگیده است شیر وحدت از لبت جوشیده است غم مخور ای آخرین سرباز من غم مخور ای بهترین همراز من غم مخور ای کودک خاموش من قتلگاهت می شود آگوش من غم مخور ای کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم در حرم زاری مکن از بحر آب چون خجالت میکشم در حرم زاری مکن از بحر آه چون خجالت میکشم من از ربا میبرم تا آن که سیرابت کنم از خدنگ هر مله خوابت کنم مخفی از چشم زنان دل پریش می کنم قبر تو را با دست خیش هم پسرم می گذارم صورتت را روی خواب تازه خاک آید ندای عشق پا خون آلود و گذاشت روی خاک میخواست لد بچینه دید صدای رباب میاد حسین من مچین خشن لد تا من بیایم تماشای رخ اصغر